اینجا پشت صحنه موبو نیوزه، شاید کمتر کسی اینجا رو دیده باشه. بذار این آب رو روشن بکنم. آب مگه روشن میکنم؟ باز میکنم. سلام. تب اینستاگرام و یوتیوب و درآمدزایی اینترنتی این روزا خیلی زیاده، خیلی. اما آیا همه میتونن تو این فضا کار بکنن؟ به نظر من آره، اگر خودشون بخوان. توی این مسیر به چند تا نکته باید توجه بکنید. سه تا سوال اساسی هست. سوال اول، اینکه اصلا تو چه حوزه‌ای کار بکنیم. سوال دوم، اینکه چجوری کار بکنیم. و سوال سوم، اینکه چجوری رشد بکنیم. یکی از دلایلی که اینجا رو اصلا درست کردم این بود که این بالکن اینجا پرت افتاده بود و میخواستم که یه چیزی از توش در بیاد، یعنی همینجوری حشف نیفته این گوشه، و تصمیم گرفتم که این گلخونه رو اینجا بزنم. بریم سراغ سوال اول، این که تو چه حوزه‌ای کار بکنیم. اگر که هنوز شروع نکردید فعالیت کردن توی اینستاگرام یا یوتیوب یا هر فضای اینترنتی دیگه‌ای، پیشنهاد من بهتون اینه که برید دنبال کاری که اولا توش تخصص دارید، یعنی حرف برای گفتن توش دارید. نکته دوم اینه که بهش علاقه هم داشته باشید، چون که تخصص شاید خیلی ربط به علاقه نداشته باشه، مخصوصا تو کشور ما که خب دانشگاه و سیستم آموزشی درست حسابی نداره. یکی دیگه از دلایلش این بود که خب اینجا 7-8 نیرو هستیم که کار میکنیم و 24 سرمون تو کامپیوتر و لپتاپ و ایناست و میتونه این فضای حس و حالی هم از ما عوض بکنه. هر موقع خسته میشیم میایم اینجا یه تراوتی رو تجربه میکنیم و میریم تو. نکته مهم دیگه ای که باید توی انتخاب حوزه فعالیتتون بهش توجه بکنید اینه که این کاری که میخواید بکنید دقیقاً چه دردی رو از بقیه دوا میکنه، یعنی به درد چه کسایی میخوره، آیا اصلا به درد بخور هست یا نه، آیا اصلا موضوع کاربردیه. پس حواستون باشه که اگر میخواید کارتون پایه خوبی داشته باشه، اولش به این فکر بکنید که دقیقاً قراره چه دردی و از چه کسی درمان بکنید. واه چه جمله سنگینی. گلا تا چند وقت پیش زیر نور مستقیم آفتاب بودن. همه این گلا گلای بیرونن، یعنی گلای آپارتمانی نیستن. اینا باید در معرض آفتاب و آب زیاد باشن. به خاطر همینه که یه ذره جنسشون فرق میکنه با گلای آپارتمانی. خیلی‌ها به من گفتن چرا مثلا سانسوریا نمیگیری و اینها، که خب باید بگم اینجا آفتاب زیاد میخورد مخصوصا توی تابستون و نمیشد اینجا دووم بیارن. خیلی خوب، بعد از اینکه فهمیدید قراره تو چه حوزه‌ای کار بکنید، نکته بعدی و سوال دومی که اول ویدیو گفتم اینه که چجوری کار بکنیم. اولین چیزی که من میخوام بهتون بگم اینه که بازی و قواعدش رو بشناسید. یعنی اگر قراره تو سوشال مدیا کار بکنید، سعی بکنید که قواعدش رو بشناسید. برید سرچ بکنید ببینید هر کسی چی میگه، الگو بگیرید، کار بکنید، آزمون خطا بکنید، یا خیلی از قواعد و قوانین بازی رو خودتون تجربه بکنید. هیچ چیزی از دست نمیدید. هی برید جلو و فکر نکنید که همه چی رو میدونید و یه لاینی رو بگیرید و برید بدون اینکه به قواعد بازی توجه بکنید. خیلی بیشتر قراره بشن. خیلی هاشون هنوز گلدون هم ندارن البته، که گلدون هم براشون میگیریم و اینجا قفسه های مختلف میذاریم، یه ذره ارتفاع میدیم و اتفاقای مثبتی اینجا میفته. چیز دیگه ای که توی چجوری کار کردن باید بهش توجه بکنید، بازم عشق و علاقه است. قبلا بود، الانم هست. این که با عشق کار بکنید، یعنی وقتی قراره که یه کاری رو انجام بدید توی حوزه درآمدزایی اینترنتی، به این نکته توجه بکنید که انگار قراره یه محصولی از خودتون به جا بذارید، یه چیزی از شما باشه و تمام دلسوزیتون رو بذارید پای اون کاره، تمام دلسوزیتون رو. یعنی فکر نکنید که اوکی من امشب ویدیو چی بزنم، ای بابا یه ویدیو بزنم و بره. اینجوری نباشید، یعنی از روشی کم سیری یه جورایی کار نکنید. روزه اولی که این گل اومده بود اینجا، گذاشته بودیمش اونور آفتاب بیشتری بهش میخورد و یه جورایی داشت نابود میشد و فهمیدم که به خاطر آفتابه، واسه همین اووردمش اینور که آفتاب کمتر بهش بخوره و الان دوباره جون گرفته. البته یه ذره باید آب به پاچم رو برگاش از کدری در بیاد. و سوال سومی که خیلی مطرحه و خیلی دغدغه است، روزی شاید بیشتر از 10-15 نفر میان به من پیام میدن که من یه پیج دارم، اگر میشه ویدیوهامو ببین، به هم بگو چی کار کنم و اینها. مسئله رشد کردنه، اینکه چجوری رشد بکنیم. اگر بخوام راز رشد کردن رو به شما بگم به سبک کسایی که انگیزشی فعالیت میکنن، اینه. راز رشد کردن اینه که شما دو تا عامل قبلی، یعنی اینکه تو چه حوزه‌ای کار بکنید و چجوری کار بکنید رو رعایت بکنید. چاشنی اون دوتا صبره. صبور باشید. هر بنایی که با صبر ساخته بشه قطعا مستحکم تره. یعنی فکر نکنید که توی این فضا کار کردن رشد سری میتونه خیلی برای شما جذاب باشه، نه.
مهمترین نکته توی رشد صبور بودنه. اینا اگه اشتباه نکنم اسمش حسن یوسفه. اورجینالی موقعی که میخریش این شکلیه، یعنی رنگش تقریبا یه رنگه هر کدوم از برگاش، و نیاز داره که صبر بکنی که اینجوری مثل این شروع بکنه به تغییر رنگ دادن و خوشگل شدن، مثل این یکی ها که دو رنگ بشه و خوشگل تر بشه. به خاطر همین این آوردم یه ذره جلوی آفتاب بیشتر باشه و آب بیشتری هم بهش میدم. نیاز به رسیدگی بیشتری داره که بتونه شکل یه حسن یوسف خوشگل باشه مثل اونا. نکته بعدی که باید بهش توجه بکنید علاوه بر صبر اینه که هی خطاهاتون رو جبران بکنید، دنبال این باشید که هی بهتر بشید، فیدبک بگیرید، تعامل داشته باشید با مخاطب و دنبال بهتر شدن کارتون باشید. تقریبا یه ماهی هستش که زدم و یکی از مهمترین چالشایی که داشتم نور مستقیم آفتاب بود که خیلی این زبون بسته ها رو اذیت میکرد. به خاطر همین تصمیم گرفتم که از این پارچه ها بذارم بالاش که یه ذره آفتاب و نورش مستقیمش رو بگیره. بعد دیدم که آفتاب از این طرف خیلی میاد، به خاطر همین این حسیرا رو زدم. بعد دیدم که آفتاب از بالا هم میاد و به خاطر همین باز از این پارچه ها این بالا هم زدم. رشد کردن اینجوری به دست میاد که شما ببینی اون مخاطبی که مخاطب هدف توه چجوری و با چه سبکی از تو ویدیو میخواد، از چه چیزی خوشش میاد، چی کار میکنه، باش تعامل برقرار کنی، ارتباط نزدیک باش داشته باشی، واسه کارت هی آزمون و خطا بکنی که برگردی اون خطاها رو جبران بکنی و نقطه های قوتی هم که تو ویدیوات هست رو، چرا هی میگم ویدیو، نقطه های قوتی هم که تو کارات هست رو بهترش بکنی و نگهشون داری. اینم بنای رشد کردنه. تمام چیزایی که گفتم به خاطر تابستون بود، الان که زمستون داره میاد و سرد میشه به احتمال زیاد این بالا پلاستیک رد میکنم از پشت این پارچه، دور تا دورشون هم پلاستیک میکشم که سرما از این به بعد اذیتشون نکنه. برای رشد کردن یه سری تریک و ترفند و اینا هستش که خیلی تو اینستاگرام آموزشش میدن، منتها به نظر من صبور بودن و درست کار کردن. درست کار کردن برمیگرده به سوال قبلیمون، سوال قبلیمون هم برمیگرده به تعیین حوزه کاریمون. مثلا این یکی هم به خاطر تغییر توی جاش خیلی زرد شده، اما من همه رسیدگی های لازم رو بهش کردم، به خاطر همین صبور بودنم اینجا داره یه جوونه قشنگ میزنه و من صبر میکنم که این جوونه رشد بکنه اندازه اینا بشه و این زردا کم کم محو بشه. امیدوارم که این ویدیو به دردتون بخوره. سعی کردم که یه ذره جذاب باشه. چرا این ویدیو رو گرفتم؟ چون احساس میکنم که در جایگاهی هستم که این ویدیو بگیرم، چون روزانه تقریبا 2000 تا فالوور از تولید محتوا دارم توی اینستاگرام جذب میکنم و توی چنل‌های تخصصی یوتیوب یکی از پر مخاطب ترینام. ادعا نکردم اما یه موقع، نه، صرف این که خیلی از من درخواست دارن که راههایی که خودم اومدم رو بگم، اما اصول کار همیناست. نکته به شدت مهم اینه که یه ارزشی رو خلق بکنید و صبر بکنید و به فکر برداشت های مالی فقط نباشید، پول خودش در میاد. خیلی مخلصم. قطعا مهمترین عامل توی رشد گیاه آبه و آب دادن یه سری وسیله داره از این آب پاش خوشگلا و من ندارمشون، الان با این بطری آب میدم بهشون. اسپانسر این ویدیو هم کوکاکولا، با این بطری آب بهشون آب میدم و خب نیاز نیستش که از همون اول خیلی تجهیزات حرفه‌ای داشته باشی و من صرفا فعلا با اینا بهشون آب میدم تا بعدا از این آب پاشا و از این اسپری ها براشون بگیرم و خودمو محدود نکردم به این که هر موقع از اون آب پاشا گرفتم بعد گلدونشو بگیرم بعد گلخونشو بزنم. نکته اینجاست که این دفتر اجاره‌ایه، یعنی من اینجا رو اجاره کردم و احتمال داره که مثلا سال دیگه نتونم تمدید کنم و از اینجا برم، اما این دلیل نمیشه که من اینجا رو نسازم. هر اتفاقی که بیفته توی همون لحظه ازش لذت میبرم و حال میکنم باهاش، خیلی حال میده.